سلام به دوستان عزیزم دفعه 11 رشته ریاضی فیزیک. خیلی خوش اومدید به کلاس حسابان. من و شما شنبه ها با هم دیگه حسابان داریم، زنگ هفتم و هشتم. یک شنبه ها بچه زنگ هشتم با هم دیگه آمار و احتمال میخونیم و چهار شنبه ها حوالی 12 تا 1 کنیم، یعنی دو زنگ آخرمون رو با هم دیگه فیزیک میخونیم. اما الان بچه یه خبر خوب بدن، این ترمینا رو حل کنیم میریم سر درس جدید، یعنی یه فصل دیگه مون هم تموم شد. صفحه 104 میخوایم با هم دیگه تمرین حل کنیم و من مثل همیشه با اشتیاق دانش آموز خانم کسایی هستم. عرض سلام و ادب، نیمروز شما بخیر. خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت همه علاقمندان یادگیری درس شیرین حسابان یک، به ویژه بچه‌هایی که از شهر دوست از استان دوست داشتنی بوشهر همراهمون هستن. بچه ما بحث مثلثاتمون کاملا تموم شد، فقط یه چند تا از تمرینا موندش که امروز میخواییم حلشون بکنیم و ایشالا اگر فرصت بشه یه سری نمونه سوال اضافه تر برای اینکه شما بیشتر روی این مبحث مسلط بشید. بحثی که ما در واقع امروز داریم از تمرین صفحه 104 شروع میکنم. بچه فقط یه مطلبی رو توجه بکنید، من موقع درس دادن یه سری تمرینای کتاب رو لابلای تدریس ازشون استفاده کردم و همونجا هم گفتم بهتون، بنابراین این تمرینا رو که میبینید یه دفعه مثلا ما میخوایم تمرین 2 صفحه 104 رو حل کنیم، به دلیل اینه که تمرین 1ش قبلا لابلای تدریس در واقع حل شده. تمرین 2 کتابتون صفحه 104 میگه که شدت نور وارد بر یک سلول خورشیدی، این صفحه در واقع صفحه خورشیدی هستش، با زاویه تابش آلفا در ارتباطه. اگه شدت نور با آی نمایش داده بشه از این رابطه به دست میاد این شدت، که کامون هم یه ضریبی هست که برای سینوس ایکس در واقع حساب میشه، ضریب سینوسمون هست و یه مقدار مثبته. و حالا میگه که بیاین با توجه به شکل و با استفاده از روابط مثلثاتی شدت نور رو بر حسب کوسینوس تتا بازسازی کنید. ببینید بچه‌ها، این در واقع فلش های زردی که شما میبینید نوری هستن که به این صفحه خورشیدی ما داره تابیده میشه با زاویه تتا، یعنی زاویه اصلی من زاویه‌ایه که نور با صفحه خورشیدی داره به اسم تتا هست. اما فرمولی که خودش داده کاسینوس پی دوم منهای آلفا هستش، یعنی اومده به در واقع متمم تتا رو اسمش رو گذاشته آلفا و بر اساس این آلفا اومده یه فرمول به من داده. اما نهایتاً چه خواسته؟ بر اساس کوسینوس تتا خواسته. خب بریم ببینیم اینو چجوری میشه بازنویسیش کرد. بچا پی دوم منهای آلفا بر اساس شکل با چی برابره؟ ببینید تتا رو متممش رو رسم کرده، اینجا شده 90 درجه و این اسمش رو گذاشته آلفا، پس پی دوم منهای آلفا همون تتاست دیگه. الان نگاه بکنید آلفا و تتا 90 درجه هستن، جمعشون رو هم دیگه در واقع 90 هست، یعنی متمم هم دیگه هستن. بنابراین پی دوم منهای آلفا رو میتونم من خط بزنم و به جاش بذارم تتا، واضحه دیگه. اما بر اساس چی خواسته؟ بر اساس کوسینوس تتا خواسته. من الان بر اساس سینوس تتا به دست آوردم، کاری داره اینا رو به هم تبدیل کنی؟ دیگه گفته بودیم که نسبت‌های زوایای متمم نسبت‌هاشون در واقع اگر که سینوس یکی رو می‌گیریم با کوسینوس اون یکی برابر، یعنی الان میشه کوسینوس پی دوم منهای تتا، خود تتا و پی دوم منهای تتا متمم هم دیگه هستن، سینوس این با کوسینوس این برابر میشه. این در واقع شد رابطه آی یا شدت نور بر اساس کوسینوس تتا. گفته برای زوایای صفر و پی ششم و پی سوم به دست بیارید بر حسب کا، یعنی من به جای تتا، یعنی تتا در واقع کاملا مماس به این صفحه خورشیدی بتابه، یا مثلا با زاویه پی ششم بتابه یا با زاویه در واقع پی سوم بتابه، کاری نداره، میرم اینجا جای تتا جاگذاری میکنم. خب یا همین بالا بذارم فکر میکنم راحت تر باشه. میریم تتا رو جاگذاری میکنم اینجا میذارم، این از همه اینا راحت تره. کاسینوس تتا بود دیگه، ما اینو به دست آوردیم چون خود صورت مسئله گفت و بر اساس کوسینوس به دست بیارین، اگر نه با این میتونیم راحت کار کنیم. بچه من به جای تتا بذارم صفر، سینوس صفر میشه صفر و شدت نور صفر به دست بیارین، یعنی اگر مماس بر اون صفحه خورشیدی بتابه اصلا در واقع شدتی نداره. اگه به جای تتا بذارم پی ششم میشه سینوس پی ششم که میشه یک دوم، میشه یک دوم کا. بچه چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا آفرین، هرچی زاویه داره بیشتر میشه شدت نورم داره میره بالاتر. برم پی سوم یه 60 درجه بذارم میشه رادیکال سه دومه که بزرگتر از یک دومم هستش. همونطور که به درستی گفتید شما، هرچی زاویه من داره با این صفحه بیشتر میشه شدت نورم هم افزایش پیدا میکنه. گفته زاویه تتا چقدر باشه که بیشترین شدت نور رو داشته باشی؟ پی دوم
آفرین به شما. چجوری اینو فهمیدید پی دوم میشه؟ خب به خاطر که ما تو پی دوم سینوسمون یکه دیگه، بیشترین مقدار خودشو داره. کاملا درسته. سینوس تتای من باید بشه یک که بیشترین مقدار رو داره. و کی این اتفاق میفته؟ زمانی که تتای من پی دوم باشه. یعنی اگر این صفحات خورشیدی در واقع زمانی که ما نصفشون میکنیم در حالتی قرار بگیرن که نور به صورت عمودی بهشون بتابه، بیشترین شدت در واقع نور رو خواهند داشت. باید عمود بتابه. خب سوال 3 گفته که درستی نادرستی اینا رو مشخص بکنید. خب باید بیایم محاسبه کنیم دیگه. بچه کوسینوس پی ام ان های تتا با چی برابره؟ ما جلسه پیش گفتیم که پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم به طور کلی مزار به فرد پی دوم نسبت رو عوض میکنن. یعنی اگه سینوس میشه کوسینوس، اگه تانژانت میشه کوتانژانت و بالعکس. اما پی عوض نمیکنه. فقط چیکار میکنه؟ ما باید حواسمون به محل قرارگیری زاویه باشه. الان پی ام ان های تتا تو چه ربعی میفته؟ 180 تا بریم تتا تا برگردیم. تو ربع دوم میفته. کوسینوس تو ربع دوم علامتش منفیه، پس میشه این الان میشه منفی کوسینوس که با اون کوسینوس جمع بشه میشه صفر. پس میدونین چی میخواد بگه؟ حالا این الان به زبان ریاضی گفته، من میخوام به زبان خودمانی بگم. پس تتا و پی ام ان های تتا چه رابطه ای با هم دارن؟ اینا مکمل همن. در نتیجه در واقع مجموعه، یعنی خود کوسینوس تتا با کوسینوس مکملش جمعشون میشه صفر. حالا این رو ببینیم، سینوس پی دوم به اضافه تتا. بچه تا پی دوم رو میبینیم خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم که میدونیم مضارع به فرد پی دوم نسبت رو برعکس میکنه. یعنی اگر سینوس دارم میشه کوسینوس تتا. بچه اون کوسینوس، اینم کوسینوس، میشه چی؟ دو تا کوسینوس. و این با یک لزوماً برابر نیست. توی یه زاویه خاص ممکنه برابر باشه، ولی در حالت کلی برابر نیستش. کوسینوس 7 با کوسینوس منفی 7 آیا برابره؟ کوسینوس تنها نسبتی بود که منفی رو میخورد. یعنی چی؟ یعنی کوسینوس 7 با کوسینوس منفی 7 برابر. 7 الان منظور ما رادیانه. 7 رادیانه. دیگه ما از این به بعد قرار شده که این کارو بکنیم دیگه. یعنی یا زاویه رو بر حسب درجه می‌نویسیم یا رادیان. وقتی علامت نمیذاریم، بچه‌ها اینو دقت بکنید، وقتی علامت نمیذاریم برای زاویه، به طور اتوماتیک منظورمون بر حسب رادیان هست، یعنی 7 رادیان. و مورد بعدی که اومده در واقع تانژانت پی ام ان های تتا، گفته آیا با تانژانت پی ام ان های تانژانت تتا برابره؟ بچه تانژانت پی ام ان های تتا پی تا میرفتیم، تتا تا برمیگشتیم، میافتاد تو ربع دوم. ما همه اینا رو راجع به زوایای حاده داریم میگیم. تو ربع دوم تانژانت منفیه، پس میشه منفی تانژانت تتا. تانژانت پی چنده؟ تانژانت 180 درجه صفر، چون سینوسش صفره. و اینم که خب خود تانژانت تتا. بچه نگاه کنید، منفی تانژانت تتا با صفر منهای تانژانت تتا با همدیگه برابر شدن. اما این سوال بچه ها نباید برای شما بدفهمی ایجاد بکنه. من دیدم که بچه ها بر اساس این سوال میگن که خب اینجا اومده جدا کرده دیگه، تانژانت پی منهای تتا رو نوشته تانژانت پی منهای تانژانت تتا. بچه یه حالت خاصه که این اتفاق افتاده و درست از آب در اومده. اگر نه ما در حالت کلی یه همچین چیزی نداریم. یعنی نمیتونیم بنویسیم تانژانت آلفا به اضافه بتا با تانژانت آلفا به اضافه تانژانت بتا برابره، مگر در حالت‌های خاص. درست شد؟ تانژانت هم مثل سینوس، مثل کوسینوس بست داره. همونطور که ما میگفتیم سینوس آلفا به اضافه بتا میشه سینوس آلفا کوسینوس بتا به اضافه سینوس بتا کوسینوس آلفا. یادمون که نرفته. در مورد کوسینوس هم همینطور. در مورد تانژانت هم ما بس داریم که تو پایه 12 بسته تانژانت رو شما میخونید. در حالت کلی ما نمیتونیم بگیم این در واقع تساوی برقراره، اما اینجا یه حالت خاص بوده که در واقع برقرار بوده. اما بریم سراغ تمرین های صفحه 109. تمرین صفحه 109 در واقع داره برای شما یه دستورزی انجام میده برای رسم توابع مثلثاتی به کمک انتقال، که شما استادی تو این قضیه. من میخوام بیام سینوس. بچه دقت بکنید، اینجا از من نخواسته رسم بکنم، به من گفته بیایید بگید هر کدوم از این نمودارها به کدوم ضابطه مربوط میشه. من نمودارها رو نیاوردم که اصلا فرض کنیم من دانش آموز ریاضی باید بلد باشم خودم اینا رو در واقع بکشمشون. بعد حالا میریم ببینیم که هر کدوم از اینا به چه نمودارهایی در واقع وصل میشه. سینوس ایکس به اضافه پی ششم، نمودار پایش سینوس ایکسه. چه بلاهایی سرش اومده در وهله اول؟ پی ششم رفته سمت چپ. آفرین به شما. و منفیش قرینه شده نسبت به محور ایکس ها.
بچه پیشیشون اذیتتون نکنه و انتقال دادن. ما راحت بلدیم مثلا دو واحد بریم به چپ یه واحد بیایم به راست. پیشیشون یه ذره یه جوریه ولی لزومی نداره یه جوری باشه. پی چنده؟ سه. پیشیشون یک دوم هم انگار اون سه قسمت رو هر کدوم به دو قسمت تقسیم کنیم ما یه نیم واحد آوردیم. در واقع پی شیشم یعنی سه شیشم یعنی یک دوم، یعنی یک دوم واحد. شما سف تا پی رو سه واحد گرفته بودید دیگه، نصف اون واحد ها رو در واقع در نظر بگیرید و اینش به سمت چپ. اما بریم سراغ قسمت ب. قسمت ب چجوری منتقل میکنیم؟ نمودار پایمون مجرا کسینوس ایکسه. اول میایم پی سوم راست بله و بعد یک واحد میادش پایین. دقیقا پی سوم بچه یعنی چقدر ببرمش به راست؟ یه واحد. یک واحد، چون پی سه سوم میشه یک، یعنی یک واحد نمودارمو میارم به سمت راست. اما قدر مطلق کسینوس به اضافه یک، باز نمودار واحد من، نمودار پایه من هست کسینوس ایکس که قدر مطلقش رو رسم می‌کنم. یادمون نرفته دیگه، ما می‌مدیم هر نموداری که داشتیم، حالا اینجا کسینوس ایکس رو داریم، برای رسم قدر مطلقش اون تیکه پایین محور ایکس رو قرینه می‌کردیم نسبت به محور ایکس و بعد پاکش می‌کردیم. این شد قدر مطلق کسینوس و بعد می‌ریم چیکارش می‌کنیم؟ یک واحد می‌بریمش به بالا. یعنی به همین سادگی ما باید بتونیم خودمون اینها رو رسم کنیم. از شما انتظار میره اینا رو رسمش رو بچه‌ها برای امتحان بلد باشید. یه سوال، اگر این قدر مطلق کسینوس x بسته میشد بازم به اضافه یک میشد؟ بازم ما یه واحد میبردیم بالا دیگه، یعنی اگه این به اضافه یک این ور قدر مطلق فرقی نمیکنه، تو جمع ما جا به جایی داریم. اما اگر بالای برای خود توی... x اتفاق میافتاد بله اون دیگه چپ و راست میشدش. خب حالا همون نمودار رو آوردم، کتاب شکلای نصفه بهتون داده بچه‌ها که بیایم اینو رسمش بکنیم. ببینیم بچه‌ها وقتی یه همچین شکلایی میده، حالا دیگه ما خیلی درگیر نمیشیم که چه جوری باید رسمش کرد، چه جوری انتقالش بدیم. به راحتی یه نقطه بدین تو تستاتون هم به همین صورت دیگه، یه نقطه واضح بدید ببینید تو کدوم یکی از این شکلا قرار میگیره، اون شکل مربوط به این میشه. الان واضح‌ترین نقطه‌ای که میتونم بدم مثلا به جای x هم بذارم 0، y هم چند به دست میاد؟ کسینوس صفر میشه یک، یک و یک با هم جمع بشه میشه دو. یعنی من باید توی این نمودارها نقطه صفر و دو رو داشته باشم. تو کدوم اینا دارم؟ صفر و دو. الان اینجا صفر و اینجاست. تصویر اینم اولی هست دقیقا. و به من گفته که بیا شکل رو کاملش کن. حالا هم میتونم با نقطه یابی کامل کنم، هم اونجوری که خودمون بلدیم الان گفتیم که میایم با انتقال بخوایم کاملش کنیم. قدر مطلق کسینوس ایکسیه که نگاه کنید بچه ها، قدر مطلقیه که یک واحد رفته بالا. اما قسمت بعد، قسمت بعدیمون چیه؟ من باز میام واضح ترین نقطه‌ای که میتونم بدم بهش، مثلا الان من منفی پیشیشون میذارم عمدن که چی بشه؟ این زاویه بشه صفر و سینوس صفر هم صفره، برای اینکه محاسباتم راحت بشه. ایگرگش میشه صفر، منفی پیشیشون و صفر الان اون پایینی هست یا اینجا؟ اینه دیگه معفی پیش شما، یعنی این در واقع مربوط به این نمودار میشه و بخوام شکلشو کامل کنم یا با انتقال یا با نقطه یابی یه همچین شکلی به ما میده. همون سینوس ایکسیه که اولا قرینه شده. ببینید سینوس این مدلی بود دیگه، قرینه شده به اندازه در واقع پیش شما تا هم رفته به سمت چپ. اما یکی شکل این دیگه واضحه دیگه. الان من پی سوم اگر به ایکس هم بدم میشه زاویه‌مون میشه صفر، کسینوس صفر میشه یک، با این منهای یک میشه صفر. یعنی نقطه‌ای که دارم من چیه؟ پی سوم و صفره که دقیقاً اینجا هستش. به کمک نقطه یابی در واقع ادامه نمودار رو هم میام رسمش میکنم. پس قسمت الف مربوط به این نمودار شد، قسمت ب مربوط به این نمودار و پ هم مربوط به نمودار بالایی شد. اگر که مثلا نقطه ندیم از همون علامتی که تو خود اون تابعمون هست استفاده کنیم، یعنی مثلا به فرض الان توی این پیشی شمه ما نمودار رو داشتیم، بعدم اینجا داشتیم که خب پیشی شمه اومده دقیقا. چپ دیگه... همون دیگه باید یه نگاهی هم به گزینه هامون هم داشته یعنی باشیم دیگه، عدد گذاری میتونیم نکنیم. بله بله میتونستیم نکنیم. البته فقط شما این رو در نظر بگین که شکلای ما نصفه بودا، این شکلی بودش درسته، ولی یه علامتای خیلی مهربونی به ما داده بود که میگفت این منم، این پیشی شما منم، مثلا پی سوم منم. کاملا درسته حرف شما. بله خب
قسمت بعدی این سوال از ما خواسته که با توجه به نمودارها، همین نمودارهای همین سوال، بیاین بیشترین و کمترین مقدارش رو بگین کجاها اتفاق میفته. خب تو قسمت الف که در واقع نمودار رو من دارم میبینم، از رو نمودار بچه پیدا کردن ماکسیموم مینیموم واقعا کاری نداره دیگه. کمترین مقدار ایگرگ من رو منفی یک و بیشترین مقدارش رو یکه. الان توی بعدیش کمترین مقدارش میفته رو منفی دو و بیشترین مقدارش میفته رو محور ایکس ها که صفر این نمودار رو دارم میگم بچه ها. این همون کوسینوس ایکسیه که یه واحد اومده پایین و این یکی هم کمترین مقدارش یک و بیشترین مقدارش دو هستش. ببینید بچه ها، به کمک نمودار بسیار ساده است. شما نگاه میکنی میبینی بیشترین ایگره کجاست، کمترین ایگره کجاست، ماکسیموم مینیموم رو به شما میده. اما فرض کنید نمودار نداشته باشیم و از روی خود ضابطه ها بخوایم بیایم بیشترین و کمترین مقدار رو به دست بیاریم، بریم ببینیم که چه جوری میشه. بچه نگاه کنید، هر اتفاقی که برای ایکس بیفته، ضریب بگیره، بره راست، بیاد چپ، هیچ اثری تو برد تابه نداره، چون برد در رابطه با ایگرگ ها هست نه ایکس ها. فوقش اینه که پیششم تا میره به راست، پیسوم تا میره به چپ، منقبض میشه، منبسط میشه، ایکس ها این اتفاق براشون میفته دیگه. ولی ما هر وقت هر کجای ریاضی وقت بحث بیشترین و کمترین میشه، منظورمون رو ایگرگه، کاری به ایکس نداریم. خب حالا اگر یه همچین سوالی به من دادن، در واقع ضابطه دادن و از رو ضابطه از من خواستن بیا ماکسیموم مینیمومش رو پیدا بکن، من میام چیکار میکنم؟ این روشی که بهتون میگم، چون از اینا تست ما زیاد داریم، اصلا به زاویه نگاه نمیکنم، این اسمش رو میذارم آلفا، اصلا مهم نیستش که برای زاویه چه اتفاقی داره میفته. میام به جای سینوس آلفا یه بار صفر، یه بار یک، یه بار منفی یک میذارم. کمترین عددی که بهم میده مینیمم و بیشترین عددی که بهم میده ماکسیمومه. ببینید یه بار به جای آلفا رو چی بودش؟ این زاویه هستش که اسمشو گذاشتم آلفا. یه بار منفی یک میدم، یعنی کمترین مقدار سینوس، که جوابش میشه چقدر؟ اگه به جای این به جای کل این سینوس بذارم منفی یک، در این منفی ضرب میشه، میشه یک. یه بار به جای این سینوس میذارم صفر، جواب میشه صفر. یه بار به جایش میذارم یک و جواب میشه چقدر؟ منفی یک. نگاه میکنم کمترین مقدار الان چقدره اینجا؟ منفی یک. بیشترین مقدار چقدره؟ یک هستش. بچا اصلا مهم نیستش که الان یکم با در واقع صفر به دست اومده، با منفی یک به دست اومده، با چی به دست اومده اصلا مهم نیست. موضوع اینه که آخر سر میام ایگرگا رو با هم دیگه مقایسه میکنم. ببخشید یه سوال دارم، اصلا اگر که ما نخواهیم عدد بدیم، مثلا اون محاسبات برامون سخت باشه، خب این سینوس اون پرانتزه رو مثلا ما آلفا گرفتیم، اصلا این اتفاقی تو ایگرگش نیفتاده، پس همون فقط قرینه شده. آره پس بلد. همون محور اصلی است. خب محور اصلی هم روی یک و منفی یک بعد، ولی مثلا به فرض پایینی چون یه منهای یک داره، پس ما اون اصلیه رو یه واحد آوردیم پایین. اصلیه چی بود؟ منفی یک. یک بود و یه واحد اومده پایین، یعنی بشه صفر و منفی دو. این مثلا یه واحد رفته بالا، پس میشه یک و یه واحد هم از اون هم میره دو میشه. کاملا دو. شما چون استاد تجسم خیلی هم عالی دارین توضیح میدیم. منتها این رو اگر ما بلد باشیم، الان ما مثلا با درجه یکش داریم کار میکنیم، اگه مثلا درجه دو شد چی؟ اگر یه هم سینوس داشتیم هم کوسینوس چی؟ این چیزی که دارم میگم خیلی خیلی کلیه، اگر نه به راحتی اینا در واقع توابعی هستن که شما با از رو ظاهرش هم همونطور که خانم کردی به درستی گفتن میتونید اینو در بیارید. خب من به جای کوسینوس میذارم منفی یک، کل کوسینوس هم میشه منفی یک، منهای یک میشه منفی دو. یه بار دیگه به جای کوسینوس میذارم صفر، میشه منفی یک. یه بار دیگه میذارم یک، میشه صفر. کمترین مقدار صفر، ببخشید کمترین مقدار منفی دو و بیشترین مقدارم صفره. با اسلاید قبلی مقایسه کنید، اونجا هم از رو نمودار همین عدد رو در آورده بودیم. و بعدیش هم که باز دوباره همین داستان رو داریم دیگه، یه بار صفر. پس یادمون باشه بچه ها، توی نسبت های مثلثاتی هر وقت خواستیم بیشترین کمترین رو پیدا بکنیم، جای نسبت صفر یک منفی یک رو جاگذاری میکنیم، یک نسبت باشه ها. مثلا اگر سینوس و کوسینوس همزمان با هم توی یه عبارتی باشن، یک نسبتش میکنیم و بعد میایم این کارا رو روش انجام میدیم. صفر و یک و منفی یک که بذاریم جواب به دست میادش، همون چیزایی که تو اسلاید قبلی به دست اومده بود، کمترینش میشه یک و بیشترین میشه دو. و قسمت بعدش از اون پرسه که کدوم یکی از اینا تو بازه صفر تا پی یک به یکه؟ تو فاصله صفر تا پی.
نگاه میکنیم کدومش صفر تا پی یک به یک، هیچ کدومشون دیگه تابع یک به یک یادمون نرفته، یک به یک تابعی بود که هر خطی به موازات محور ایکس ها رسم میکنیم حد اکثر یه نقطه قطع کنه، ولی الان من هر در واقع اینجا از صفر تا پی یعنی اینجا خطای افقی که رسم کنم در بیش از یک نقطه قطع میکنه دیگه، درسته؟ یا فقط یا اینمون اینجا نیستش، الان میبینید اینجا نیست یا بالام به همین صورت، یعنی میخواد بگه که اصلا اینو گفته بخاطر اینکه بگه که نسبت‌های مثلثاتی در حالت کلی با دامنه آر وارون پذیر نیستن، مگر اینکه بیایم دامنش رو محدود کنیم که بشه یک به یک که بشه وارون پذیر، که البته دیگه بحث وارون تابع مثلثاتی از کتاب شما حذف شده. خب یه سوال جالب داریم بچه‌ها، یه ربات داریم که برای حرکت در واقع برای جابجا کردن اجسام استفاده میشه ازشون. من میتونم این رو بگم خانم؟ سوال رو میخونیم با اجازه شما، بعد یه استراحت به بچه‌ها بدیم که روش فکر کنن دوباره برگردن. این ربات دو تا بازو داره. مثال قبل یه جلسه پیش یک بازو داشت، این دو تا بازو داره. یعنی یه زاویه تتا اینجا داریم ما، یه زاویه آلفا اینجا داریم و از اینجا هست که خم میشه. حالا الان می‌خوایم ببینیم زنگ بعد ببینیم که اگر یه جسمی مثلا تو فاصله حالا به هر مقداری باشه از سطح زمین، این زاویه ها چجوری باید تنظیم بشن که بتونن اون جنس رو در واقع جابجا کنن و برش دارن. خیلی خوب بوده، خدا قوت. کنار شما و بچه هستیم، با اجازتون یه استراحت کوتاه داشته باشیم. بچه ها چقدر چسبید، اول روز شنبه مثلا بیاید، من زنگ ششم اومدم کنار بچه، بعد زنگ هفتم حسابان بخونم، چقدر حالمون خوب میشه. بریم یه زنگ تفریح کوتاه داریم ما، به قدر آب دادن به یک گلدان، بریم و برگردیم. قدمتون سر چشم، خیلی خوش اومدید به زنگ دوم حسابان یک. بچه‌ها یه قراری تو مدرسه داریم، میگیم هر 40 دقیقه 50 دقیقه که پای تلویزیون یا گوشه تلفن همراه نشستیم حتما بلند شیم چند تا حرکت اصلاحی انجام بدیم که خدا نکرده دردهای اسکلتی عضلانی نداشته باشیم. یه تمرین بسیار ساده بهتون بچه‌ها میگم که با هم دیگه مدت هاست انجام میدیم. دستمون رو میذاریم روی پیشونیمون و بچه‌ها سرمون رو فشار میدیم به دست، خب 10 شماره میشماریم، بعد جای دست رو عوض میکنیم گوش راست، این بار سرمون رو به گوش راستمون فشار میدیم، 10 شماره نگه میداریم، داریم یه انقباض بدون ایجاد حرکت از عضلات ناحیه گردنمون میگیریم، بعد دست چپ رو میذاریم کنار گوش چپ و این حرکت رو انجام میدیم، سری آخر دست رو میذاریم پشت سر و سرمون رو به سمت عقب فشار میدیم. به شدت بچه‌ها کمک میکنه بهتون، مخصوصا اگر زمان طولانی گوشه تلفن همراه دستتونه و سر شما رو به پایین هست. من براتون آرزوی سلامتی و حال خوب دارم، بریم حسابان رو ادامه بدیم. سلام دوباره، خدا قوت. منم سلام عرض میکنم، متشکرم، مرسی از توصیه خوب شما. خب رسیده بودیم به حل این تمرین بچه‌ها، گفتیم که دو تا بازو داره، بازو تو جاهای مختلفش میاد تنظیم میشه، یعنی بازو بسته میشه و دقت کنید بچه‌ها این زاویه تتامون حداکثر میتونه 90 درجه باشه، یعنی میتونه صفر باشه کمترین مقدار و بیشترین مقداری که میتونه این بازو باز بشه تا 90 درجه است. اما این بازوی آلفا خیلی جالبه بچه‌ها، از منفی پی دوم تا پی دوم، یعنی از این قسمت میتونه شروع بشه بره تا 90 درجه، 180 درجه میتونه داشته باشه، هم زاویه منفی میتونیم براش داشته باشیم هم زاویه مثبت. اما بریم ببینیم که چی از ما خواسته. گفته ارتفاع نوک گیره از سطح زمین رو بیایید بر اساس زوایای تتا و آلفا بازنویسیش کنید. خب بریم ببینیم چه جوری میشه. من میام اینجا یه مثلث میسازم، مثلث قائم الزاویه، که بتونم نسبت‌های مثلثاتیشو بنویسم، همینطور در مورد اینجا. بچا شکل اینجا رو آلفا نشون داده، ولی منظور در واقع نوک گیره تا این مرکز در واقع این دایره هستش. خب اینو من اسمشو میذارم زد، اینو میذارم ایگرگ، ارتفاع رو میخوام بر اساس اینا پیدا کنم. بچه نگاه کنید، از زمین تا اینجا 50 سانته، از اینجا تا اینجا ایگرگ تا و از اینجا تا اینجا زد تا، یعنی اینا رو من اگه به هم اضافه بکنم ارتفاع نوک گیره از سطح زمین به دست میاد دیگه. خب سینوس تتا برابر است با ایگرگ به وترش که صده، پس ایگرگ بر اساس تتا به دست اومدش. در رابطه با آلفا، سینوس آلفا برابر با زد به 53، پس اینم بر اساس در واقع آلفا به دست اومد. خب کاری نداره دیگه، ارتفاع بچه چجوری به دست میادش؟ یه 50 سانت به هر دو ایگرگ و زد اضافه بکنیم یه تابعی به من داد که بر اساس آلفا و تتا هستش. این اون تابعیه که یعنی من زاویه ها رو تنظیم بکنم میتونم ارتفاع نوک گیره از سطح زمین رو پیدا بکنم و بالعکس،
یعنی اگه بخوام نوک گیره جای خاصی باشه که بخواد یه وسیله رو برداره، میتونم اینها رو تنظیم بکنم. بریم ببینیم چه جوری. گفته که فرض کنید این ربات برای گرفتن یک شی در ارتفاع 23 سانتی متری از سطح زمین، اولین در واقع مفصل دوم خودش که مربوط به آلفا هست رو رو منفی 30 درجه تنظیم کرده. بگید تتا باید زاویه‌اش چقدر در واقع باز و بسته بشه که این بتونه این جسم رو برده. من فرض می‌کنم 23، ببینید بچه‌ها 23.5 ارتفاع اولین در واقع جایی که خم و راست میشه این ربات 50 سانتی دیگه. یعنی من یه همچین جایی باید در نظر بگیرم اون شی اما که 23 سانتی از سطح زمین در واقع. حالا چه اتفاقی میفته؟ من اینجا میام بازنویسی میکنم همون رابطه ای که در واقع خودم به دست آوردم تو قسمت قبل. قرار ارتفاع 23.5 باشه، بعد تتا رو ندارم، نمیدونم چقدره و آلفا رو خودش گفته روی منفی 30 درجه تنظیم کنم. خب من محاسباتم رو اینجا انجام بدم و همه رو ببرم یه طرف، نهایتا به این میرسم که سینوس تتا میشه 0. یعنی چی بچه؟ یعنی تتا چقدره؟ 0 درجه است. ببینید آلفای من این مدلی تغییر میکنه، میاد رو منفی 30 درجه. به خاطر اینکه بتونم این رو بردارم باید اون زاویه تتا به چه صورتی باشه؟ دقیقا 0 درجه باشه تا بتونه این رو از روی در واقع از این قسمت برش داره. بسته به اینکه جسم ما تو چه ارتفاعی قرار گرفته زوایای ما هم تغییر میکنن. خب بحث دو برابر کمانی که از اون مباحث بسیار مهمی بود که من اینجا فقط یه دوره یادآوری سریع انجام میدم چون میخوام تمرین حل کنم در رابطه با این که سینوس دو آلفا برابر بود با دو تا سینوس آلفا. کوسینوس آلفا یعنی اگر ما دو برابر رو داشته باشیم میتونیم نصف رو به دست بیاریم، اگر آلفا رو داشته باشیم میتونیم دو برابرش رو به دست بیاریم، که این نتیجه ایه که از این فرمول میگیریم. اینا رو بچه‌ها باید یادمون باشه. الان میخوایم مثال حل کنیم، از اینا میخوایم استفاده کنیم. کوسینوس دو آلفا میشد کوسینوس دو منهای سینوس دو، که گفتیم اگه جای کوسینوس دو بذاریم یک منهای سینوس دو یه رابطه جدید بهمون میده که از این رابطه بچه این رو میشه نتیجه گرفت. اینو یادتون باشه تو مسئله الان خواستم حل کنم دوباره ازتون میپرسم که یک به اضافه کوسینوس دو آلفا یعنی یک رو ببرم اون طرف با چی برابره؟ با دو تا کوسینوس به توان دو آلفا. بچه اینو هایلایتش کنید این رابطه رو، تو بحث حد یعنی فصل آیندهمون خیلی از این روابط استفاده خواهیم کرد تو حدهای مثلثاتی، چون حدهای معمولی رو شما به راحتی میتونید حل کنید اما حدهای مثلثاتی به خاطر این فرمولا یه جاهیشو گیر میکنید و این صفحه‌ای که دارم بهتون نشون میدم به شدت پرکاربرد برای بحث محاسبه حدهای مثلثاتی. ببینید از یه دونه این فرمول یه بار اومدم جای کوسینوس رو گذاشتم یک منهای جای سینوس رو گذاشتم یک منهای کوسینوس رو این به دست اومد. اینا رو جابجا کردم دارم باهاش بازی میکنم. یکو بردم اون طرف شد یک به اضافه کوسینوس دو آلفا با دو تا کوسینوس به توان دو یه دونه آلفا برابر شد و کوسینوس دو آلفا که اینم بهتون گفته بودم که اینو تو انتگرال ما ازش استفاده میکنیم توان شکم بود، کوسینوس دو میشد یک به اضافه کوسینوس دو آلفا تقسیم بر دو. بعدیش هم به همین صورت این دفعه میام توی این رابطه به جای کوسینوس دو میذارم یک منهای سینوس دو به این رابطه میرسم، پس یک منهای کوسینوس دو آلفا با دو تا سینوس دو آلفا برابره. ببینید بالایی و پایینی و عمدن کنار هم نوشتم که مقایسه کنید که دو تا کوسینوس دو و دو تا سینوس دو هر دو مثل هم دیگه نوشته میشن، فقط برای کوسینوس جمع و برای سینوس منفی میذاریم و اینم که رابطه توان شکن هستش. خب تمرین 4 صفحه 112 نسبت‌های مثلثاتی 22.5 رو خواسته به دست بیاریم. بچه 22.5 هر وقت از شما یه نسبتی میخواد بیایید یه بار نصفش کنید یه بار دو برابرش کنید ببینید کدومش معروفه از اون استفاده کنید. الان نصف 22.5 که اصلا دیگه نمیشناسیمش، دو برابرش کنید میشه 45 درجه، پس میشه از روابط دو برابر کمان استفاده کردش. خب من میدونم که کوسینوس دو آلفا میشه دو تا کوسینوس دو آلفا منهای یک، اینا رو عین جدول ضرب باید حفظ باشیم بچه‌ها. پس کوسینوس به توان دو میشه یک به اضافه کوسینوس دو آلفا دوم. خب بچه من به جای آلفا اگر بیام بذارم 22.5 درجه دو برابرش میشه چقدر؟ 45 درجه، یعنی میشه یک به اضافه کوسینوس 45 تقسیم بر دو، یعنی یک به اضافه رادیکال دو دوم تقسیم بر دو، که نهایتاً ساده و جمع و جورش بکنم این میشه کوسینوس به توان دو 22.5. جذرش رو میگیرم که خود کوسینوس به دست میاد. بچه وقتی جذر میگیریم مثبت منفی به دست میاد اما چون 22.5 درجه زاویه تنده کوسینوسش مثبته، پس فقط من مثبتش رو حساب میکنم. اما در مورد سینوس باز یه فرمول توان شکن داشتیم.
سینوس به توان دو برابر بود با یک منهای کوسینوس دو آلفا تقسیم بر دو. بچه‌ها اینا در واقع حفظ کردنش واقعا کاری نداره، چون خیلی شبیه هم دیگه هستن. تو کوسینوس دو فقط کوسینوس فقط ما مثبت داریم و تو سینوس منفی داریم. دوباره به جای آلفا 22.5 درجه رو جاگذاری می‌کنیم و میشه یک، این دفعه میشه یک منهای رادیکال دو دوم تقسیم بر دو، که این میشه سینوس به توان دو. جذرش رو که بگیریم میشه در واقع این رابطه، این کوسینوس 22.5 درجه است بالاییه و پایینیه سینوس 22.5 درجه است. یه زاویه‌ایه که ما باید بلد باشیم نسبتش رو به کمک زاویه 45 درجه حساب بکنیم. سوالی هست؟ نه خیلی خوب، فقط اینا رو باید حفظ کنیم. باید اینا رو حفظ باشیم. بله سخت. ببینید اصلا سخت نیست. شما فرمول مادر اینها چی بودش؟ کوسینوس دو آلفا بود، کوسینوس به توان دو آلفا منهای سینوس به توان دو آلفا، که از بسط سینوس ما اینو اصلا به دست آورده بودیم دیگه بچه ها. کوسینوس دو آلفا میشد کوسینوس به توان دو آلفا منهای سینوس به توان دو آلفا. بقیه رو همه رو از روم به دست آوردیم. یه بار اومدیم جای سینوس تو گذاشتیم یک منهای کوسینوس تو، یه بار جای کوسینوس تو گذاشتیم یک منهای سینوس تو، و همه اینا رو به دست آوردیم. اینا رو اگر که اشکال دارید برگردید فیلمای جلسه قبل رو نگاه بکنید ببینید که در واقع ما اینا رو چه جوری محاسبه کردیم. ولی چون خیلی شبیه هستن یکیشو بلد باشیم در واقع اون یکیش رو به راحتی میتونیم با کمک این به دست بیاریم. و یه مطلب دیگه که تو کتاب براتون بچه‌ها تاکید شده، استفاده از ماشین حساب برای محاسبه نسبت‌های مثلثاتی که خیلی معروف نیستن. من یه مطلبی رو باید به شما بگم بچه‌ها. هم ماشین حسابی آوردم که تو در واقع شما ازش استفاده می‌کنید تو خونه، هم ماشین حساب کامپیوتر رو براتون آوردم، چیزی که شما تو صفحه کامپیوتر می‌بینید. بچه‌ها چون داریم راجع به زاویه حرف می‌زنیم، زاویه با دو واحد برای ما البته چون واحد دیگه ای هم داره، با دو واحد سنجیده میشه، رادیان و درجه. اگر دارین از مال در واقع ماشین حساب کامپیوتر استفاده میکنید، اینجا باید مشخص کنید که بر اساس درجه دارید استفاده میکنید، دیگری هستش یا رادیان هستش. چون یهو میبینید شما هی دارید میزنید مثلا سینوس سی درجه منظورتونه، ولی هی میبینید جواب یک دوم رو نمیگیرید. چرا؟ چون این اصلا روی درجه تنظیم نبوده، روی رادیان. فقط با کلیک کردن شما میتونید درجه رو در واقع مشخص کنید که واحدش چیه. اینو حواستون باشه. پس اینم گراده که اصلا تو بحث درسی ما نیست، ما فقط با این دوتا در واقع کار میکنیم، رادیان و درجه. این رو پس یادمون نمیره. اما تو اون ماشین حسابایی که شما تو خونه دارید ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم. اما من حالا اینجا دیده نمیشه، ولی این ماشین حسابی هست که عکسش تو کتابتون هستش. ببینید شما دگمه های ماشین حساب رو نگاه میکنید، یه سری دگمه اعداد و حالا علامت ها روی خود دگمه هاست، یه سری نوشته ها بالای این دگمه ها نوشته شده، الان با رنگ زرد نمایش داده شده. شما یه دگمه ای توی ماشین حساب دارین به اسم شیفت یا سکند اف، سکند فانکشن در واقع، یعنی فانکشن دوم، تابع دوم. معمولا این گوشه هم هستش، حالا هر ماشین حسابی که دم دستتون باشه، یا شیفت نوشته شده یا تو اند اف، یعنی سکند فانکشن یا تابع دوم. اگر شما این رو بزنید، این نوشته هایی که بالای هر دگمه ای هست، یعنی تابعی که بالای هر دگمه ای هستش، برای شما فعال میشه، همون کاری که شیفت توی صفحه کیبورد کامپیوتر انجام میده. بنابراین ماشین حساب شما در حالت اتوماتیکی که اول میگیرید دستتون، زاویه رو بر حسب رادیان حساب میکنه. اگر میخواین درجه بکنیدش، میرید اول اون دگمه شیفت یا دگمه تو اند اف رو میزنید، بعد میگردید ببینید کجا نوشته شده، نه رو کلیدا بالای کلید، کجا نوشته شده مثلا حالا دیگری، و اون رو که بزنید زاویه شما بر حسب درجه محاسبه میشه. خب من میخوام چند تا سوال حل بکنم. بچه خوشبختانه ارتباط گرفتن با ما و میپرسن، اشکالاشون رو میپرسن. یکی دانش آموزای خوبمون از شهر شاهرود به اسم آقای جعفری یه چند تا سوال از من کرده بودن که من اینجا میخوام حل بکنم که برای همه بچه ها در واقع حل بشه این سوال. اما قبل از اینکه این نمونه سوال رو حل بکنم، من یه یادآوری سریع داشته باشم روی این زاویه ها. بچه ها مضارب زوج پی میافتاد اینجا، مضارب فرد پی میافتادش این طرف، یعنی 2π و 4π و 6π این طرف میافتادن رو صفر میافتادن، 3π و 5π و 7π و مضارب فرد π روی π میافتادن. این از این. حالا دو کاپی به اضافه آلفا میافتاد تو ربع اول، 2π به اضافه آلفا، دو کاپی منهای آلفا میافتاد تو ربع چهارم،
حالا مضرب فرد پی منهای آلفا میفته تو ربع سوم منهای آلفاش و مضرب فرد پی به علاوه آلفا میفته تو ربع چهارم. مطمئناً انقدر تمرین حل کردین که دیگه اینا باید براتون جا افتاده باشه. این ربع ها رو مشخص میکنیم که بتونیم نسبت‌های مثلثاتی رو علامتش رو در بیاریم. خب اینو داشته باشیم تا بریم اولین سوال خارج از کتابمون رو حل کنیم. این از اون سوالاییه که شما خیلی میبینید بچه ها حاصل عبارات زیر را به دست آورید، تا جایی هم که میتونن زاویه رو هی بزرگش میکنن و هی بهش ضریب میدن، ولی واقعا چیز ترسناکی نیست. ما میتونیم اینو به راحتی حلش کنیم به طوری که بیایم تبدیل کنیم به زوایای معروف. الان اولین چیزی که به ذهن میرسه برای 225 درجه 180 به اضافه 45. آفرین به شما. هر جا که 5 میاد به 45 باید فکر کنیم بچه ها. اون میشه 180 به اضافه 45. 240. 180 به اضافه 60. آفرین. یعنی دوتاش تو ربع سوم. 150. ربع دوم. دیگه شما دارید میگید دیگه تون تون. 150 میشه 180 منهای سی. کوتانژانت سی هم که بلدیم. اصلا عددش رو میذاریم دیگه، همون رادیکال سه رو جاگذاری میکنیم. پس با این صحبتی که خانم کردی در واقع گفتن و کمکمون کردن، جای زوایا رو اومدیم مشخص کردیم کجاست. بچه‌ها اینو عمدن در واقع این سوال رو آوردم براتون که ببینین تواندو کوسینوس هیچ خللی تو کار ما وارد نمی‌کنه. همون کوسینوس رو می‌نویسیم، کلا به توان دو می‌رسونیمش. کوسینوسش رو پیدا می‌کنیم، مقدارش رو، بعد بیایم به توان دو می‌رسونیم. خب بچه‌ها 180 به اضافه 45 تو کدوم ربع می‌افته؟ پی به اضافه آلفا می‌افته تو ربع سوم که کوسینوس ربع سوم منفیه. دوباره اینم ربع سومه که منفیه. 180 منهای سی ربع دوم، ولی همچنان سینوس داریم ها اینجا. سینوسمون مثبت هست. خب می نویسیم دیگه، منفی کوسینوس، منفی سینوس. بعد اینا هیچ کدومشون هم مضربای 90 نیستن که نسبت رو عوض بکنن. و دیگه بقیهش هم که جاگذاریه دیگه. الان کوسینوس 45 رو پیدا میکنم، رادیکال 2 به توان 2 میرسونم. کوسینوس 60 که 1 دومه، سینوس 60 هم 1 دومه، و دیگه بقیهش میشه محاسبه و عدد نهاییمون میشه 1 4. فقط دقت کنید بچه، اینجا وقتی شما دارید این محاسبه رو انجام میدید، اولویت همیشه با ضرب و تقسیم هست و بعد جمع و منها. اول شما اینا رو در هم ضرب میکنید، حاصلش رو میایید از 5 کم میکنید. سوالی هست؟ نه خیلی خوب بود، مرسی. اگر جایشو متوجه نشدیم، یعنی ما بپرسیم. همون زاویه هایی که گذاشتیم عدداشو میان میذاریم و اصلا به اون دوتا کوسینوس به توان دو کار نداشتیم. نه مثلا ببینید اصلا این توان دو رو کاری نداریم، ضریب هم کاری نداریم. کوسینوس 180 به اضافه 45 با چی برابره؟ 180 به اضافه 45 میفته تو ربع سوم میشه منفیه کوسینوس 45. آها اومدیم این تیکه رو جایگزین کردیم، درست اومدیم یه جایگزین به جای این زاویه گذاشتیم 45 درجه. حالا دیگه بقیه داستان، اول به توان دو میرسیم چون خودش توان دو داشت دیگه، بعد در یه ضریب ضرب میکنیم. کوسینوس 180 به اضافه 60 با چی معادله؟ با کوسینوس 60 معادله، با منفی کوسینوس 60 معادله، که دیگه بقیه جاگذاری عددی هستش. خیلی خوب. خب اینو بگین 75 پی منهای پی شیشون. بچه گفتیم مضارب فرد پی، ما که قرار نیست به 75 دور بچرخیم ببینیم که، یعنی 75 تا 180 تا جاشو میدونیم الان کجاست. مضارب فرد پی این ور میفته دیگه. نه آفرین به شما، منهای پی شیشون میشه تو ربع دوم. پس الان این با چی برابره؟ کوسینوس حالا 75 پی منهای پی شیشون با منفی کوسینوس پی شیشون برابره. چرا؟ مقدارش که با خود کوسینوس پیششون برابره، اما چون تو ربع دوم افتاده علامتش میشه منفی. این الان ربع دومه. خب پس ببینید الان به جای 75 پی منهای پیششون من یهو گذاشتم منفیه کوسینوس پیششون، قبوله. اما در مورد این بچه ها، این زاویه ها منفی هن. ببینید منفی 103 منهای پیششون، ما سختمونه با زوایای منفی کار بکنیم. میایم از منفیش فاکتور میگیریم، یعنی میشه منفی 103 پی به اضافه پی 4. بعد ما میدونیم تانژانت منفی رو نمیخوره، تانژانت منفی رو میده پشتش. ببینید من آوردم پشتش گذاشتم و این زاویه هامون اینا تبدیل شد به این زاویه که مثبتن. حالا 103 پی به اضافه پی 4 بچا تو چه ربعی میفته؟ مضرب فرد پی به اضافه پی 4. ربع سوم. ربع سوم میفته و تانژانت ربع سوم منفیه. بله. بچه کوتانژانت 200 پی به اضافه پی سوم کجا میفته؟ ربع اول. دقیقاً مضرب زوج پی هست به اضافه پی سوم که میشه تو ربع اول. دیگه بقیهش
محاسبه است دیگه. اینه که الان این دو تا منفی در هم ضرب میشه میشه مثبت. تانژانت 103 پی به اضافه پی 4 فهمیدیم تو ربع سوم، تانژانت تو ربع سوم مثبت با خود تانژانت پی 4، ببخشید پی 4 نه پی سوم، برابره. اینم که با کوتانژانت پی سوم برابره. بقیه‌اش جاگذاری عددی هستش و حاصلش نهایتاً میشه منفی 2. دیگه تو جاگذاری عددیش فقط ما باید نسبت‌ها رو بلد باشیم دیگه، اگر نه کار خاصی نداره. بریم بعدی؟ بله خیلی خوب. خب این بچه سوال نگاه بکنید، الان ظاهر در واقع زاویه هاش یه جوری هست، اینا دیگه هیچ جوری انگار نمیشه به زوایای معروف تبدیلش کرد. مثلا الان 160 رو شما میبینین چی به ذهنتون میاد؟ 180 منهای 20 دیگه فوقش اینه دیگه، یا مثلا 70 90 منهای 20 میشه دیگه. وقتی این مدلیان همه رو میبریم سمت یه زاویه، یعنی یا همه رو 20 میکنیم یا همه رو 10 میکنیم، بعد ببینیم چه جوریه دیگه. از ویژگی هایی که بین زوایای متمم، نسبت های زوایای متمم برقراره میایم استفاده میکنیم. چه جوری؟ الان نگاه کنید بچه‌ها، من این زاویه ها رو میام با متمماش مینویسم. قبول دارین سینوس 20 با کوسینوس 70 برابره؟ یا مثلا سینوس 40، ببینید من با سطر اول کار دارم، سینوس 40 با کوسینوس 50 برابره، چون مجموع اینا میشه 90 درجه. یا مثلا سینوس 80 درجه با کوسینوس 10. پس دقت کنید بچه‌ها، من اومدم نسبت های اون زاویه در واقع صورت رو بر اساس متمم هاش نوشتم. حالا میخوام جاگذاری کنم، الان صورت میشه چی؟ به جای سینوس 20 گذاشتم کوسینوس 70، چون اونجا توان دو داشت، اینجا هم توان دو داره. به جای سینوس 40 گذاشتم کوسینوس 50، چون میدونیم اینا متمم همون این بالا نوشتیم. و به جای سینوس 10 گذاشتم کوسینوس 10. تو مخرج ببینید، الان من کوسینوس 10 رو داشتم، کوسینوس 50 رو داشتم، به جای سینوس 160 گذاشتم 180 منهای 20، اینم که کوسینوس 70. اونایی که ساده شدنی هستن رو با هم ساده میکنم، کوسینوس 50 ها با هم ساده میشه، کوسینوس 10 ها با هم ساده میشه، یه دونه از این کوسینوس با توان 2 کوسینوس 70 ساده میشه. ته تهش برای من این میمونه، 8 کوسینوس 70 تو صورت میمونه. سینوس 180 منهای 20 چقدر میشه بچه‌ها؟ 180 تا میایم 20 تا برمیگردیم میفته تو ربع دوم. تو ربع دوم سینوس مثبت، پس با سینوس 20 برابر میشه. اینجا مینویسم سینوس 20. حالا اینو چی کارش کنم؟ بازم این دو تا با هم به جای سینوس 20 میتونم چی بذارم؟ کوسینوس 70 اونجا نوشته بودم، و جواب نهایتاً در میاد 8. یعنی یه همچین کسری با این شکل و شمایل حاصلش برابر با 8. سوالم راه حلش کوتاه بود. پس ما این یادمون باشه تو زوایای مکمل سینوس با کوسین، نه مکملا سینوس با سینوس مکملش، توی متمما سینوس با کوسینوس متممش برابره. فقط باید حواسمون به علامتاشون هم باشه. خب گفته درستی تساوی های زیر را بررسی کنید. بچه این اتفاقا راحته، علیرغم این که خیلی قیافه شلوغ پلوغی داره، ولی چون به ما گفته که باید حاصل این بشه تانژانت 10، باید ما به این 10 درجه در واقع توجه بکنیم. میتونیم اینو حلش بکنیم الان؟ 30 ثانیه وقت داریم. باید همه رو بر اساس 10 بیاین بازنویسی کنیم، مثلا 360 منهای 10 یا مثلا 270 به اضافه 10، که اینو میذاریم خود بچه ها حل کنن. رسیدیم، بعدن برمیگردیم تو دوره ها اینا رو حلشون میکنیم بچه ها. خیلی خوب بود، متشکرم، مثل همیشه یاد گرفتیم. انشالله هفته بعد ما درس جدید رو شروع فصل جدید رو شروع میکنیم. اینایی که الان مثلا همین سوالو نرسیدم یا سوالایی که آماده کرده بودم حل کنم بچه‌ها نرسیدیم، تو دوره اینا رو حلش میکنیم. خیلی خوب بود، اجازه مرخصی میگم و خدا قوت بهت میگم. یه دقیقه دفترها و کتابها رو میبندیم و خودمون رو دعوت میکنیم به آرامش، به نفس کشیدن از جنس زمستان و اذان ظهر به افق تهران. راستی دعوتنامت رسید، مهمانی به صرف جیک جیک گنجشک ها و یک فنجان آفتاب، هر روز ظهر زیر درخت خدا.